جانی پسر بزرگ هاشمی رفتن جانی امروز بلند شد رفت در صدا و سیما با آقای خزریان اگر اشتباه نکنم مناظره داشتن چهار تیکه از قسمت های مناظره شون که جالبه رو براتون میذارم حرفا خیلی عجیب غریب بود یعنی کار رسید به جایی که آقای هاشمی گفتش که میگم مامانم مرعشی بیاد آ. این مرعشی بیاد دوباره به مردم بگه بریزه کف خیابون ها توی صدا و سیما به شوخی حرفایی رد و بدل شد که واقعا پشم ریزون بود نگاه کنیم اقلیتی بسیار محدود که در واقع میداندار افکار جامعه نیستن شبیه اینها و با رأی بسیار پایین تو مجلسن با وضع کردن خود به نهادهای تأثیر گذار قدرت گرفتن، تریبون گرفتن مانع شدن، مانع تلاشی کردن بر اساس کتاب المرقل عقیم و نذاشتن دولت ها کار کنن از رو به وجود آوردن حالا خودشون طلب کار شدن میدونن چه کار کردن خودشون تاییدلشون میدونن چه غلطی چه مشکلی برای کشور ایجاد کردن امواجه چه غلطی یعنی به دولت رئیسی و اینا میگه خودشون میدونن چه غلطی کردن خیلی این جمله هاشمی سنگینه اصلا یه کارد دیگه صدا و سیما دیگه داره تمام تلاشش رو میکنه یه هیجان ایجاد کنه تا مردم پای صندوق بیان ولی آماری که الان داریم حالا من امروز یه فیلمی بهتون نشون میدم باور نکردنیه که سالن چقدر خالیه منتها حالا تو ادامه برنامه نزدیک یک ساعت دیگه ولی این دیگه کار به جایی میرسه میگه غلط کرده دولت رئیسی کردن خودشون تاییدلشون میدونن چه غلطی چه مشکلی برای کشور ایجاد دیگه. کردن حالا طرفکار شدن حالا هم با صدای بلند توهین هم میکنن زمان تمام حالا اجازه بدید صحنه دیگه شام این رو بپذیرید چه آدم وقتی رفت تو کوچه بنبست برنگرد فعلا بپذیرید زمان آقای خزرجان ای ای حاجا رو مطرح میکنه اینکه پایان برنامه هم هست چه با خودم صحبت کن چه بابا با خودت یه دوران بدن تو مامان بعد دارم میارم اینجا به دعوت کنه شما حفظش بگی بریزن تو خیابو خب این داره صحبت میکنه اون هی مثلا گریز میزنه به پدر ایشون یعنی آقای هاشمی رفسنجانی میگه تو با من صحبت کن با بابام چیکار داری میخوای به مامانم بگم بیاد اینجا دعوا کنه بگه مردم بریزن تو خیابون و این خیلی نو... اینا کده اینا کده داره کد میده که آقا اگر پزشکیان برنده نشد بریزی تو خیابون آیا هاشمی داره کد میده نگاه کنی با خنده خدا بر شما حفظش کنه اینا کده یادتونه ببینید خب بچه های 80 چاید یادشون نیاد اون موقع هم که اینترنت انقدر قوی نبود ببینید روز قبل از انتخابات یه ویدیو هم تو خود انتخابات میگم روز تو خود انتخابات خانم مرعشی وقتی که اومدن خانم مرعشی مادر ایشون و همسر آقای هاشمی رفتنجه وقتی که اومدن رأی انداختن تو صندوق آرا یه نفر رفت یه دوربین اونم با موبایل های اون موقع که واقعا ویدیوها با پیکسل های داغون بود با پیکسل داغون از خانم مرعشی پرسید که اگر تقلب بشه احمدی نژاد برنده بشه مردم چیکار کنن کن گفت مردم بریزن تو خیابون اگر تقلب شد مردم بریزن تو خیابون و این خیلی قضیه مهمی بود و الان آقای هاشمی پسر ایشون بریم که تو اگه داری اسم بابامو میاری میگم مامانم بیاد بگن بریزن دوباره و اون حرف خانم مرعشی چون همون شبم هم توی صدای آمریکا پخش شد و بی بی سی هم یادتون باشه بی بی سی پرشین سالها بی بی سی رادیو بود بی بی سی پرشین فعالیت های رسانه تلویزیونی خودش و تصویری خودش از انتخابات 88 شروع کرد یعنی اصلا برای انتخابات 88 اولین بار بود که مجریان بی بی سی اومدن جلوی دوربین نشستن برنامه اجرا کردن و 24 ساعته تو همون شب داشتن تو همه بخش خبری این صحبت مادر ایشونه که برمیگرده خانم مرعشی که مردم بریزن تو خیابون رو پخش میکنن حالا بعد از این همه سال ایشون دوباره تکرار میکنه این این شوخی نیست بعد از 14 15 سال ایشون داره دوباره تکرار میکنه این قضیه رو خیلی خیلی مهمه که پایان برنامه هم با خودم صحبت کنید با دوران بگی بریزن تو خیابون من اصلا پشمام ریخته میگه برم به مامانم بگم پاشه بیاد مردم بگم بریزن تو خیابون این کوده به نظر من یعنی داره کد میده جریان اصلاح طلبی میخواد که اگر پزشکیان نشد بریزن تو خیابون حالا با درمانی که پزشکیان میشه یا نمیشه صحبت خواهیم کرد ابوی محترم شما رو که اقلیت از نحدود... الان شما بله عقلیتی 6 درصدی آقای آقای هاشمی آقای آقای حاشمی. آقای حاشمی. چرا پس سال 88 به نتیجه انتخابات تمکین نکرد ابوی شما و دیگر دوستان شما شما که میدونید ما در مورد 88 محدودیت حرف زدن داریم اگر حرف میتونستیم بزدیم که اجازه بده. آقای هاشمی زمان در اختیار شما اینجا فزیان. نبودید که 88 رو مطرح نکن خواهش اون نمونه 88 میگه که شما چرا انتخاب قبول نکنید و این آقای هاشمی میگه که میدونی که ما در مورد 88 مح... چیز داریم ممنوعیت حرف زدن داریم محدودیت حرف زدن داریم ولی اگر حرف بزنیم شما اینجا نمیتونی اصلا بشینی اگر ما میتونستیم حرف بزنیم شما اصلا اینجا نبودی دقت کنید خیلی مهمه شما شما که میدونید ما در مورد 88 محدودیت بید. حرف زدن داریم اگر حرف میتونستیم بزنیم که اجازه بید. آقای هاشمی زمان آقا شما بید. اینجا نبودید که 88 تو مطرح نکن خواهش سال 88 شما در مقابل اکثریت این مردم ایستادید البته مردم هم بساط شما رو به هم ریختن مردم تو 9 دی سال 88 محاکمه سران فتنه و ابوی شما رو فریاد زدن چرا این خزریان پوفیوز اصلا 9 دی 88 من چون 6 دی که خب تظاهرات بود و اینا من اومدم فیلمم پخش شد بعد که من دیگه شبش فیلمم و اینا رو پخش کردم من از 6 دی که دیگه تو خونه شبش دیگه تو خونه نموندم و خونه دوستان پنهان شده بودم روز 9 دی نه دی من رفتم ترمینال در حقیقت شرق توی پایانه تهران پارس و اونجا یکی از دوستان همین اتمن دکتر نادر بابایی که الان هم مفقود شدن اینا پدر شیما بابایی اونجا باشون من اومد برای برد اونجا اونجا با من قرار داشت و من سواری یکی از ماشینای دوست ایشون شدم آقای نادر بابایی و من رفتم خونه یکی از دوستان آقای نادر بابایی در مازندران در ساری مشخصم و نکته که وجود داشت این مسیری که ما خواستیم بریم تو خیابون دماون خب هنون نوهده من اصاب اونجا بودم دیگه اصابش یعنی چون تو نوهده هنوز شروع نشده بود اتوبوسا ها همینجوری داشتن می اومدن یعنی انقدر اون جاده شلوغ بود جاده دماون شلوغ بود همینجوری ببین حالا شما میدون انقلاب کجاست من دارم در مورد پایانه تهران پارت صحبت میکنم از اونجا اتوبوس ها گله گله شهرستان اون موقع از شهرستان می مثلا تو شهرهای بزرگی مثل تهران الان دیگه از شهرستان هم اینا بدنه اجتماعی ندارن مجبورن افغانی ها رو بیارن یعنی چیزیه که خدا شاهده من با چشمای خودم دیدم که چقدر اتوبوس تو روز فرار من به ساری هم بود و دیدم همینجوری بعد من یه ماشین که دیگه حالا رفت به سمت مثلا جاده همینطور تو جاده ما صبح بود دیگه داشتیم نگاه میکردیم که چه جوری اتوبوس اتوبوس گله گله دارن حزب الله از شهرستانا جمع میکنن که نوحده رو رقم بزنن بعد این پوفیوز داره در مورد هشتی میگه که از میدان فوزیه که همون میدان امام حسینه تا میدان یاد که میدان آزادی امروزیه جمعیت جای سوزن انداختن نبوده چرا این آقای خضر و اینا واقعا آدمای واقعی هستن خیلی واقعی تا تایم بخش آخرشون هم گوش هم اگه شما شما مانت مانت آقای رئیسی هم نذاشتی بدرامو حل کنه عرض میکنم. چون میخواستید آقای جلیدی رو بیارید سر کار آقای هاشمی زمان در اختراوی خضر اونم میخواست بده برجامو انجام کنه دنبالش بود نذاشتی همین شماها نذاشتی چون م... م... این هدف تو رئیسی نبود چرا گفتگو عثوانی میشید آقای هاشمی من صدامو بالا مناظره دلم میخواد میخوام داد بزنم. به شما داد بزنم؟ به دلم میخواد تو غیر وقتم داد بزنم. خیلی آگاهانه داره کار میکنه هاشمی. ببین میگه دلم میخواد داد بزنم. برمیگرده میگه به مادرم میگم که بیاد خیابونا رو شلوغ کنه و قشنگ معلوم داره اکت سی, سی میکنه محترم شما شمرده صحنه رو تو صدا و سیما دعوت شده و فکر میکنه با این کارهایی که داره میکنه میتونه بدنه اجتماعی رو که از مردم ناراضی هستن رو راضی کنه که بریزن مثلا رأی بدن به آقای پزشکان که من فکر نمیکنم موفق شن یعنی چون اینا فرصت تاریخیشون رو در مناظری فرهنگی آقای پزشکیان از دست داده فهمیدم چه غلطی کرده حالا بعد از اون مناظره داره تلاش میکنه هی بحث هجاب رو پیش بکشه و این خیلی باخت بزرگی کرد آقای پزشکیان چرا چون شما تو روز اولی که پزشکیان رو معرفی کردن یک شکی وارد شد به جامعه که پزشکیان با اولین سخنرانی های خودش اون شکی که وارد شده بود و آب سردی بر اون آتش ریخت یعنی یه آب سردی ریخت که آقا نه خبری هم نیست حالا اینا میخوان یه آب ریخته شده توسط پزشکیان رو دوباره به جوی برگردونن و اون داد و بیدادهای آقای ظریف داد و بیدادهای آقای هاشمی همه فکر شده است نیا کنید این میگه چرا داد میزنی خیلی جمله دقیقا میدونه چی کار میکنه هاشمی بابا اینا گرگن گرگن میدونه داره چی کار میکنه آقای رئیسی رو هم, هم نذاشتید برجامو حل کنه عرض میکنم چون میخواستید آقای جلیلی رو بیادید سر کار آقای هاشمی زمان در اختیار آقای اونم میخواست بده برجام رو ازام کنه دنبالش بود نذاشتی. همین شما ها نذاشتید چون م... م... این هدف هدفتون رئیسی نبود چرا گفتگو عصبانی میشید آقای هاشمی چه اشکال داره؟ بالا دلم میخواد دلهم داد بزنم. به شما داد به چرا دلم میخواد تو غیر وقتم داد بزنم. اشکال نداره. یک شما مگه با 6 درصد آرا رفتی تو مجلس حق حق مردم رو یک نگاه آقای هاشمی که شما خودتون رو همیشه بالا می که بحثا به ای پیش بره که در انتخاب نهایی مردم خودت کردی. خودت فکر کم میادم. من ده برابر تو میتونم بگم. ما در محضر 80 مقابل شما شما از من خیلی جلوتری و مباحثی مطرح بشه که در انتخاب دمشکم هاشمی ولی خزریانی که خودش یه پاپ چیزه در حقیقت وزه هست یه پاپ پاچه ورمالید است قشنگ اونو به عنوان پاچه مالیده قشنگ سرویس کرد و این میگم یه برنامه سیاسی ای سی دارن اینا با دادو و بیداد و اینا بتونن هیجانی رو تولید کنن و مردم پای صندوق آرا بیان که من تحلیلم اینه که با حماقتی که پزشکیان کرد از روزی که کاندید شد یعنی تایید صلاحیتش معلوم شد و من میگم من تا اسکاه اون مناظره فرهنگی باز منتظر بودم اینا فرصت از دست دادن مرسی محسن میلانیان عزیز بابت استیکر های آقای هاشمی رو بریم کنار اینجا بله بچه‌ها دارن میگن ما تخمه میشکنیم دعواشون رو تماشا میکنیم برای چی بریم تو انتخابات دقیقا یعنی به هیچ عنوان ما نباید حضوری در این بازی ها داشته باشیم ولی خب باید تحلیل کنیم بدونیم چه خبره که فرصت مناسب که اینا دعواشون سنگین شد لازم بود بعد بدونیم در چه صحنه ای ورود کنیم البته ناخون اینجا خیلی کمک میکنه ناخوناتونو به هم بزنید قیچی هم شنیدم که در این راستا میتونه که کمک باشه